و ادامه محور خوش آمدید. در بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در اسلام آباد بر ایجاد حکومت همشمول، آزادسازی مکمل دارایی‌های منجمد شده افغانستان، حرمت گذاشتن به مسائل حقوق بشری و افزایش کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان تاکید ورزیده شد. در همین حال حکومت سرپرست این نشست را برای افغانستان پردست آورد و مهم می‌داند. وزیران خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پایان نشست دو روزه‌شان در اسلام آباد با پخش بیانیه 70 ماده‌ای در بند 26 و 27 آن تاکید ورزیدند که صلح و ثبات پایدار در افغانستان تنها با ایجاد یک حکومت فراگیر به میان می‌آید. فکر می کنم که پشتیبانی از افغانستان به واقعیت مبدل شده است، زیرا ما با حضور وزیر امور خارجه و بانک توسعه اسلامی توافقنامه ای را امضا کردیم. قرار است بودجه پشتیبانی از مردم به حساب بانک توسعه اسلامی واریز شود. نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با میزبانی اسلام آباد برگزار شد که در این نشست برخی از اعضای امارت اسلامی نیز شرکت کرده بودند. امیدوار هستیم تا کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در قبال افغانستان گام های جدیدتری بردارد. از سوی هم پاکستان از کشورهای اسلامی و جهان می خواهد که کمک های بشریشان را به صندوق امانی سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای افغانستان وارد کنند. پنجمین نتیجه که از این نشست به دست آمد با کار انداختن صندوق امانی بشردوستانه سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان است. این تصمیم در جلسه فوق‌العاده گرفته شد و شما شاید جریان امضای آن را دیده باشید و اکنون این مسئله به واقعیت مبدل شده است. پیش از این سازمان همکاری کشورهای اسلامی دفترش را در کابل از بهره رسیدگی به مسائل بحران بشری در افغانستان و جلب کمک های انسان دوستانه برای صندوق امانی این سازمان برای نیازمندان باز کرده است. برای بحث بیشتر در همین رابطه مهمانان شریک در بحث بلال باور استاد دانشگاه و دکتر اسحاق اطمر آگاه سیاسی با ما همراه هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، شبتان بخیر، به بحث امشب خوش آمدین. آقای باور، بحث را با شما آغاز میکنیم. بیانیه 70 ماده‌ای سازمان همکاری اسلامی کشورهای اسلامی را چطور ارزیابی میکنین؟ چی برای افغانستان داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما مهمان عزیز و تمام بیننده محترم. شما میبینید سازمان همکاری اسلامی یا OIC با واقعیتی که شکل گرفته یک تاریخ نسبتاً طولانی تر نسبت به پدرای ما داشته، سنش بزرگتر است تقریبا اگر ما مطالعه بکنیم. در یک واقعیت خاص و با هدف خاصی که در منشور خود را تعریف کرده، اگر در این سیاق ما سازمان همکاری اسلامی را بررسی کنیم، که واقعا چیزی که در منشور خود این سازمان بر او متعهد است ظاهرا در طول تاریخ خود که از سال 1969 تا و فعلا فعالیت کرده، آیا واقعا چیزهایی که وعده هایی که کردن با این سرزمین ها و اهدافی که یا در روی متن بر خود تعریف کردن چیز واقعی بوده نبوده؟ در چارچوب ازی بحث ما میتونیم هم امارت اسلامی میتونه موقف خود پیدا کنه، هم مردم افغانستان میتونن قضاوت کنن بالای این قسم سازمان ها. شما ببینید اساسی ترین هدفی که این سازمان در سال 1969 شکل گرفت مسئله فلسطین بود، خصوصا بعض آتش سوزی هایی که در مسجد الاقصی توسط یهودی ها صورت گرفت، و اساس ترین آرمان این سازمان هم بود که ما مسجد الاقصی را آزاد میسازیم، فلسطین را از اشغال یهودی ها. بله. آرمان اساسیشی بود که بعدها در سال 1972 وقتی که یا منشور خود را تصویب کردند، در منشورشان 7 مورد دیگر هم اضافه کردند که از جمله بحث آزادسازی کشورها از استعمار، بحث نجات پرستی و موارد متفاوت دیگه که حفاظت از اماکن مقدسه اسلامی و موارد متفاوتی که بیشتر اقتصادی، مسائل اقتصادی و همکاری میان کشورها بود مطرح شد. اما در طول تاریخ ما میبینیم هدف این قسم تصویر سازی شد، اما در جریان کشورها صف کشیدن در عادی سازی روابط خود با اسرائیل، یعنی از اردن و مصر شروع تا با آخرین کشوری که ما ترکیه که سفر داشت رئیس دولت یهودی و قبل از او قطر و امارات، کشورهایی که رسمی ساختن روابط خود، حتی کشورهای مثل سعودی در صف استفاده هستند که کار انجام بتن، و در خفا اکثر مطلق کشورهای اسلامی روابط مخفیانه با اسرائیل دارند.
میخواین ناکامی را نشان میتک که... وضعیت ناکامی است. تنها بحث فلسطین در این نشست از موارد مهم که تکرارن بالا از میخواین بحث کنن. پلی بحث افغانستان، مسئله فلسطین است، دوباره مسئله کشمیر است. شما ببینید از اعضای مهمه که فعلا این نشست در این صورت گرفته، یعنی پاکستان است. پاکستان کشوری است که به رضایت آمریکا و در محور سیاست آمریکایی کشمیر را معامله کرد به نفع کشور دولت مودی، به نفع دولت هندوتوا یا هندوگرای هند از یک طرف. از طرف دیگر کشورهایی که در این سازمان هستند مثل ترکیه که مهد خلافت عثمانی بود و جواب رد سلطان عبدالحمید دوم در مقابل هرزل یهودی یک مثال بسیار مشهور است، اما امروز مهد سفر چی شده؟ رئیس دولت یهودی شده که با بسیار شان شوکت از او استقبال شد. از طرف دیگر امی دولت ها بودند که امارت اسلامی قضیه را باید درک کنه. امی دولت ها بودند از جمله پاکستان. وقتی که امارت دور نخست امارت سقوط داده شد، از جمله کشورهایی که در سقوط دور اول امارت بسیار همکاری کرد با آمریکا پاکستان بود. پاکستان حتی عبدالسلام ضعیف که دیپلمات بود، یعنی دیپلمات سفیر امارت اسلامی در پاکستان، او اصول دیپلماتیک در نظر نگرفته و دست بسته تسلیم کردند سلام ضعیف و حتی طالبای دیگر را در بدل $500 آمریکایی به فروش رساندند به آمریکا که به طرف گوانتانامو روانه کردند. پس این واقعیت این سازمان است. بله. و که ما فعلا ایران میبینیم در اشغال افغانستان یا همکار بودند و ضربه اساسی را که به امارات اسلامی زدند، امارات اسلامی باید درک بکنه این موضوع. حالا انتظارات از این سازمان چی میتونه باشه؟ برمیگردم به شما آقای دکتر اطمر. شما به برنامه خوش آمدین. نشست دو روزه 48مین در واقع نشست سازمان همکاری اسلامی چگونه بود؟ تشکر. سلام بر شما، سلام بر مهمان عزیز شما، سلام. و سلام بر تمام بیننده عزیز ما. اصلا مسائل در مورد کنفرانس اسلامی را خوب دوست عزیز ما معلومات مفصل را کردن. ما میخواییم سر از این که امی کنفرانس دمی وقت چرا ایجاد شد، چرا پاکستانیا در طول 6 ماه دوباری کنفرانس دایر ساختن. بله. و از کنفرانس اول که در اسلام آباد دایر شد به عالی تقریبا دستاورد از این چی بوده؟ ما به این دلم است که کمک توضیحات بتون برای شما. بفرمایید. پاکستان همکنون دچار یک مشکل است و او مشکل هم از داخل خود پاکستان است که شما امروز میبینید که تحریک سلب اعتماد علیه عمران خان با شدتش ادامه دارد در داخل پاکستان و قرار بودی و تاریخ 25 از این ماه ای جلسه دایر شود در پارلمان برای از اینکه عمران خان امی توجه مردم و سیاسیون معطوف بگردانه به این کنفرانس، ای را جلوتر آورد و ای را رکلام کرد تا ای که بتانه از دستاوردهایی که در کنفرانس داره در او برنامه که بر سلب اعتماد عمران خان تعیین شده به او استفاده بکنند. دو مسئله ارتباط نظامی چین با پاکستان است. پاکستان اخیرا هواپیماهای جنگی را از چین خریداری کرد و چینایی ها ای را به دسترس پاکستانی ها قرار دادن و حتی بر تماشایزی عمران خان و دیگر از های کابینه و نماینده چین در اینجا حضور داشتن. در می روزی که نمایش برگزار می شد یک راکت سوپرسونیک موفق سرعت صوت در پاکستان ثابت کرد و ای را ایندیا به تعقیب گفتن که ای بدون سرگلوله بود، ولی این راکت اتمی بود. تصادفی بود؟ بله. و این به این بانا بود، در حقیقت تصادفی نبود. این به این بانا بود که ایندیا خواستن اما پتانسیل نظامی پاکستان رو چک کنن. اولی که آیا امی قدرت دفاعی هوایی پاکستان چقدر است؟ آیا پاکستانی ها در این لحظه 10 دقیقه 5 دقیقه میتارن که آماده باش برای جنگ متقابل برای قبلی هوایی یا برای جلوگیری هوایی داشته باشد، یعنی که پاکستانی ها متاسفانه که ایرمی کار را نداشتن و نتانستن کردن. ایندیا فهمیدن که پاکستان در او حد نیست که
در مقابل راکت های سوپرسونیک از اینا یا اکسل اول نشان بتونه یا مقابله کرده بتونه. و در این کنفرانس هم شما دیدیم که وزیر خارجه چین آمد به پاکستان و دیدار کرد با قمر جاوید بجوا لوی درستیز پاکستان و همچنین اودا کابل هم آمدن با وزیر خارجه افغانستان هم شاید ملاقات های داشته باشن. زیادتر بفکر بکنم بهوری کانفرانس سر ایدی مسائل بود که خود پاکستان اهدافی داشت و ضمن نیویورک صندوق وشی را پیشنهاد کردن، گرچه صندوق وشی برای کمک بر افغانستان در کنفرانس پیشتر پیشنهاد شده بود، ولی یگانه کشوری که به این کنفرانس به این صندوق $1,000,000 داد او نایجیریا بود و دیگر کشورهای اسلامی تا هنوز به این صندوق کمک نکردن. من فکر میکنم پاکستانیا کوشش میکنن یکی که طالبان را زیر فشار قرار بدن که با آمدن به طور مثال وزیر خارجه پاکستان به اینجا و اظهار کردن تشویش در قسمت گروپ های دهشت افغان که مخصوصا ترکستان شرقی و ایغورها میشه، این را از سر به اصطلاح رهبرهای دولت افغانستان بقبولانه که این تشویش بزرگ چین است. و دیگه ای که پاکستان سر طالبایی فشار بیاره که ببینین ما از خاطر شما کنفرانس اسلامی را خواستم، از خاطر شما صندوق وجی براتان جور کردم، شما باید عالی همکاریتان کدیما بیشتر بسازیم، شما باید چیزی که ما میگیم براتان او کار را بکنیم. تشکر. آقای باور، همونطور که صحبت های اخیر آقای اتمر شما از اونجا شروع بکنین، من بخواستم بپرسم که انتظار چه میتونه باشه؟ یعنی همین سازمان که با توجه به اینکه در بند 26 و 27 آن گفته که صلح و ثبات پایدار در افغانستان تنها با ایجاد یک حکومت فراگیر به میان میآید و در اون طرف موضوعات مثل آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان، حرمت گذاشتن به مسائل حقوق بشری و افزایش کمک های انسان دوستانه به افغانستان از جمله صندوق وجهی، آیا این چیزایی که گفتن تحقق پیدا میکنه؟ ببینه سازمانی که 57 کشور در این سازمان عضویت داره متشکل از دولت های ملی است، یعنی دولت های ملی که از خود منافع ملی خود را داره، درست است؟ یعنی منافع ملی که در محور سیاست خارجی قدرت های بزرگ دیگه یا بازی میکنه، حتی میان خود یا رقابت ها دارن و دشمنی های دارن. مثلا مثال واضح شما میتونیم میان سعودی و ایران بگوییم، میان ایران و ترکیه بگوییم، میان امارات و قطر و سعودی بگوییم، یا کشورهایی هستن که در خصوص میان خود بعضی مشکلات دارن، حتی در یه آخر مشکلاتی که امارات و پاکستان در مسئله بعضی مسائل مثل گروه ها و مثلا دیورند و مسائل مطرح بودن. یک بسی است که مبتنی بر مفکوره دولت ملتی ها شکل گرفتن و نامی که بر خود ماندن که سازمان همکاری اسلامی در طول تاریخ که تا حالا پیش آمدن و فعلا هم که سیاست های یا بازی میکنن در محور منافع ملی خود و خواست قدرت های بزرگ است. یعنی این سازمان نه همکار است و نه اسلامی است، طبق نامش نیست. چیزی که ما باید در این مسئله درک بکنیم چند بس است. یک، این گونه سازمان ها چون پس از سازمان ملل بزرگترین سازمان منطقه‌ای در سطح جهان است، سازمان همکاری اسلامی، و تا حال هم تصامیم بیشترین عضو هم دارد. بله بیشترین عضو داره 57 کشور و تا حال هم تصمیم هایی را که گرفته در تصمیم های خود مستقل نبوده و فعلا این واضح میشه که مثلا بعضی کشورها تمایل دارند که امارات به رسمیت بشناسند اما میترسن از اینکه قدرت های بزرگ چی تصمیم دارد نسبت به امارات که خلاف پالیسی ازوا عمل نکنند. بحث اساسی که در این کنفرانس مطرح شد یک بحثی بود که پیام قدرت های بزرگ خصوصا آمریکا را به امارات برساند، چون در یه آخر امارات آمریکا بیشتر تمایل نداره که مستقیما با امارات بر تماس شود، کوشش میکنه غیر مستقیم توسط کشورهای دیگه پیام خود برسانه، توسط سازمان ها پیام خود برسانه، مثل کشورهای مثل قطر، مثل ترکیه، مثل پاکستان، دعوت هم میشن، دعوت هم میشن، مثل کشورهای اروپایی. حالا بده. در همین نشستم دعوت، بله، حتی کشورهای اروپایی مثل نروژ، مثل سوئیس و سازمان ملل که یکی از دروازه هایی که پیام آمریکایی را میرساند تحت نام سازمان بی‌طرف، او سازمان ملل است که یونما در افغانستان اون است یک سال تمدید شد فعالیتش. یک بحثی است. بحث دیگه خواسته که خود کشورهای اسلامی از امارات اسلامی داره که در این نشستم تا جای این مسئله مطرح شده، خواسته دیگه که کشورهای اسلامی داره و یک تشویش دارن از امارات اسلامی، چون
هر کشور اسلامی خصوصا کشورهایی که در سطح بزرگ در جهان اسلام مطرح هستند یک مدل خاص از حکومتداری دارند. مثلا ایران یک مدل خاص از حکومتداری داره تحت نام حکومت اسلامی، سعودی یک مدل خاص حکومتداری داره تحت نام حکومت اسلامی، اندونزی هم نس یک مرجع اسلامی در اواخر زیاد مطرح شده، ترکیه این مسئله را مطرح میکنه. هر کدامشان میخوان که امارت از مدل از او کپی کنه و یک مدل جدید را وارد میدان نسازه که مدل از یار چالش کنه و ده حتی در سرزمینای از یا کسای بیان و بگن که ما مدل اماراتی میخوایم. حتی در مورد دخترا و که حق کار و اینا خود قطری ها مطرح کردن میتونن از ما الگو بردن. بله، چند وقت قبل این مسئله را مطرح کردن که ما هم یک سرزمین اسلامی هستیم و در مسئله حقوق زن دید خاص خود داریم. این مسئله مطرح است چون پس از این که در سال 1924 خلافت عثمانی سقوط میکنه، چون در ذهن مسلمان ها تنها یک نوع مدل دولتداری بود، گو دولت خلافت بود، اما پس از او مدل دولتداری ها اضافه شده میره، یعنی مردم یک نوع سرگردانی قرار میگیره که فعلا این سرگردانی را این کشورها درک میکنن که امارت اسلامی این سرگردانی از یار بیشتر نسازه، حتی یک مدل متفاوتر از اون مطرح نکنه که در سرزمین های از یار مسلمان ها بیان این خواست مطرح کنند که مدل طالبان در افغانستان مطرح میکنه او اسلامی تر از شما است که در بالای ما ای را تطبیق میکنه. این بس است. خواست دیگه خواست خود پاکستان است. شما ببینید دو بار است، یک نشست اضطراری و نشست فعلی که نشست سالانه وزارت خارجه سازمان است که مطرح شده، چون مرکزیتش فعلا در پاکستان بود، این نشست اوجا برگزار شد. خواست اصلی یعنی پاکستان بیشتر میخواست به منافع خود فضا سازی کنه در این سازمان. منافع پاکستان چی بود که بیشترین حتی در سخنرانی های عمران خان و قریشی این مسئله مطرح میشد که تشویش اساسی پاکستان مسئله تروریسم است و مقوله هایی هم که یا مطرح میکردن که یک افغانستان باثبات میتونه علیه تروریسم مبارزه کنه، چون تشویش اساسی پاکستان از گروه های مثل تی تی پی، مثل تحریک بلوچا، این چیز است که در آخر به تشویش ساخته عمران خان. و عمران خان هم در آخر که انتخابات نزدیک است میخواد یک دستاورد داشته باشه. بالاخره این مسئله را زیاد مطرح میکنه و میتونه یک نقطه فشار هم از یک طرف باشه، از یک طرف پیام آمریکایی را برسونه به طالب، از دیگر طرف خواسته که کشورهای اسلامی داره، از دیگر طرف خواست شخصی خود مطرح بکنه تا طالبان او تن بده. بسیار جد تشکر آقای اطمر. همونطور که شما اشاره داشتین و خواستشان هم در مورد بحث صلح و ثبات پایدار در افغانستان، تنها با ایجاد یک حکومت فراگیر گفته میتونه در افغانستان در واقع دیده شود، و در این طرف هم خب کابل هم اشتراک داشت و صحبت حالا اینا هم واکنش نشان دادن، گفتن که برای افغانستان این نشست پردستاورد و مهم بود. شما هم همینطور فکر میکنین؟ من فکر میکنم که پاکستان تشویش خود داره. یکی که این مسئله تی تی پی است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان فعال است و ایرا پاکستانی ها بار بار این گپ تکرار کردن. دیروز هم یکی از اعضای بلندرتبه تی تی پی در قندار ترور شد و این نشان دهنده است که پاکستانی ها در عقب ترور قرار دارن و پاکستانی ها دشمنان خود در داخل خاک افغانستان تعقیب میکنند و این هدف قرار میدن. پاکستان از این نگاه تشویش داره که افغانستان چنین نشان بده به کشورهای همسایه و مخصوصا در قسمت چین با پاکستان نزدیک است و او چینای آزمی گسترش ایغورها حراس داره و پاکستانی ها همچنین از تی تی پی. این دو تاره با هم چین و پاکستان در این قسمت نزدیک ساخته و این هر دو وسیله فشار سر خود حکومت طالب هست و پاکستانی ها کوشش میکنه در این موقع از طالب ها تضمین های به دست بیاره که اونا گویا دیگه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان جای ندن و یا یک استراتژی بسازه که دو نیروهای استخباراتی پاکستان در داخل افغانستان به عملیات ها دست بزنن و این کارا را در گذشته هم کردن، چون شما شاهد راپید پراگانی ها هستین در سرحدات افغانستان چیالی چی هم در حکومت گذشته این کار پاکستانی ها ادامه دادن. آمدیم مسئله دیگه که آیا خود کنفرانس اسلامی آیا ابو موثوقیت و اعتبار در بین کشورهای اسلامی یا در بین کشورهای جهان داره یا نه؟ به نظر من بیشتر دوست عزیز ما در قسمت معلومات مفصل دادن، ولی تا جایی که به شاهد از این گپ هستم هیچ دستاورد از کنفرانس اسلامی تا به امروز دیده نشده
بزرگترین کاری که با اینا انجام می دادم دایه فلسطین بود که اینا از به آتش کشیدن مسجد اقصا در بیت المقدس شروع شد، از تجاوز اسرائیل بر خاک اردن شروع شد و این را به خودم بیاد دارم که در او وقت کنفرانس اسلامی تشکیل شد، ولی این کنفرانس اسلامی نتونست که نقطه پایان برای مسئله فلسطین بگذاره، نقطه پایان برای مشکل سومالیا و سودان و مثلا سوریه و لبنان و قسم یابان و میانمار و مثلا شما این چیزها رو این حرکت ها رو میبینن که چه قسم امی کشورها ابو دوزت های اسلامی را اینا میکنن و در هم مزمهل بسازن. بر صورت این رهبری کنفرانس به دست قوت ها است که اونا به امریکای ها بسیار نزدیک هستن. شما اگر به خاطر داشته باشین ترکی الفیصل وزیر استخبارات عربستان سعودی کسی بود که تمام کنفرانس اسلامی به دست ازی بود و مخصوصا در زمان جهاد افغانستان و مخصوصا وقتی که سفرهای می داشت به داخل افغانستان، سفرهای می داشت به پاکستان، هدف از اینا خدمت به استخبارات امریکا بود و در نتیجه که ما ببینیم در مجموع کنفرانس اسلامی کنفرانس نیست که اونا برای دایه مسلمان ها و دایه کشورهایی که اونا در گیر منازعات قومی و یا مذهبی هستند به او یک فرصت بتانند و اینا معضلات در اینجا در این کشورها حل کنند. آقای اتمر، چرا کشورهای اسلامی در مورد به رسمیت شناخته امارت اسلامی سخن نمیزنند؟ ببینید اینجا بعضی کشورهای اسلامی با جهان یک چیز است. اکثر کشورهای اسلامی در این کنفرانس اینا تاکید سر حکومت همشمول داشتن. همشمول بانا از این نیست که شما 15 نفر وزیر که سابق بود یا 15 نفر فاسد و مفسد رشوتخوری که در حکومت گذشته بود شما اینا را دوباره برن. یک انتباهی بسیار غلط است. وقتی با همشمول میگیم همشمول با برای یک حکومت که در اونجا قانون باشه، آلی شما هفت با بشه اصلا چیزی را به نام قانون یا حداقل خطوط اساسی نظام دیده نمیتونن. تا گی روز ایرا مکتبای دخترانه را بیفتن که را در سه اول شروع میکنیم، در روز آخر در دقیقه نوت ایرا عقب نشینی کردن و باز رفتن به بو تهجر و به بو تاریکی و جهل و ظلمت. این چیزهایی است که دنیا و کشورهای اسلامی و دیگر مردم و حتی مردم افغانستان اینا را در محاسبه میگیرن. وقتی ما همشمول میگیم معنای از این است که یک نظام باید قانون داشته باشه، نظام باید آزادی ها، نظام باید حقوق بشر، نظام باید حقوق زن، نظام باید حق تعلیم، تمام این موارد را در نظر بگیره. در اون صورت است که ما میگیم که یک نظام همشمول است. نظام وقتی همشمول است که تمام مذاهب، تمام اقوام و تمام مردم خود دو ببینن، خود دو نمایندای خود دو ببینن. سپاسگزارم. آقای باور، این نشست ها میتونه امارت اسلامی رو به یک جای برسانه؟ نه خیر، مقدمات طولانی مسئله رو واضح میسازه. ما بسیار تفصیل دادیم در نخستم چون تلاش ها جریان داشته، به همین خاطر پرسش مطرح کردم. در این هفت ماه ما سفرهای زیادی را دیدیم و نشست‌های منطقه‌ای، نشست‌های جهانی را دیدیم و رفت آمدها هم در کابل هم در بیرون بود و همواره میگفتن پر دستاورد است و از عملکردها استقبال میشد از نشست‌ها. به همین خاطر من پرسش مطرح کردم. پرسش مطابق واقعیت روز است، باید پاسخ داده شود. شما ببینید خصوصا این نشستی که کنفرانس اسلامی در پاکستان داشت، چیزهایی که گفته میشه بسیار کلیشه‌ای است. یعنی مسئله همشمول بودن، مسئله آزادی ها، حقوق بشر، حقوق زن تکرار میشه و چیزی است که همه کشورهایی را میگن. مثلا چین قضیه را مطرح میکنه، پاکستان مطرح میکنه، روسیه مطرح میکنه، آمریکا مطرح میکنه، اروپا. پس مشکل در کجاست؟ امارات هم میگه ما این مسئله، این معیارها را تکمیل کرده، شرایط پوره کرده. پس مشکل در کجاست؟
پس مشکل حتما جای دیگه است که ظاهرا در این کلمات ما نمیتونیم را پیدا کنیم. بحث اساسی روی منافع قدرت های بزرگ است. این سازمان هم که فعلا شکل گرفته ظاهرا اسلامی و همکار گفته میشه، در حقیقت هر کشور به اساس منافع ملی خود، نه به اساس ارزش های اسلامی، البته به اساس منافع ملی خود می وارد میدان میشه. مثلا شما ببینید پاکستان بیشتر در این اواخر مشکلات و بحران های خاص خود داره، مثل در داخل تظاهرات بسیار گسترده علیه حکومت است، از لحاظ اقتصادی بسیار در بحران شدید قرار داره و حملات پای همه گروه های نظامی علیش زیادتر شده. پس ایجا زیادتر میخواه که منافع ملی خود، خصوصا حکومت، تیمی که در حکومت است، بار دیگه بیای و کرسی بنشینه در انتخابات. زیادتر این مسائل مطرح است. مثلا شما ببینید چین از جمله دولت های محارب است که اگر از لحاظ ارزش های اسلامی بینه می سازمان باید این قسم قضاوت کنه. چین در قبال قضیه اویغورها و قضیه ترکستان شرقی یک دولت معارب است، اما امروز میاد این سازمان منصب عضو ناظر شرکت میکنه، درست است؟ و سفر هم داره به داخل افغانستان. یک سلسله منافع مشترک پاکستان و چین در منطقه دارند که یا در این اواخر خصوصا این سازمانی را برجسته تر میسازه. کو منافع مشترک چیست؟ منافع مشترک چون در روزهای نزدیک نشست هم یا میداشته باشند در خود چین که امارات اسلامی هم در اوج دعوت است. بس اساسی بس امنیتی است. از چین مسئله اساسیش اویغور است، از و پهلوی از او در پاکستان بعض منافع داره چین. رای مواصلاتی که از کاشغر تا به بندر گوادر است که در آخر گفته میشه که مسیر تغییر دادن، از لحاظ امنیتی مورد تهدید است. این چیز است که چین میخواهد. از طرف دیگه خواسته که در این نشست زیاد مطرح شده، پاکستان زیادتری را مطرح میکرده که چون خودش این صلاحیت را ندارد، جهان را خصوصا قدرت های بزرگ تشویق میکنه که شما امارات را به رسمیت بشناسی که ما خوب بتانیم گروه ها را توسط از او کنترل کنیم، چون خودش این صلاحیت نداره، چون این استقلالیت نداره. از این خاطر بیشتر جنبه تشویقی بود که جهان غرب قدرت های بزرگ تشویق کنه که امارات را به رسمیت بشناسند و یا پای هم از او متابعت کنه. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. آقایان هر یک، بلال باور استاد دانشگاه، خوش اومدید به بحث امشب، و همچنان دکتر اسحاق اطمر آگاه سیاسی، شما هم به برنامه خوش اومدین. و حال هم میان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم.